قانون پذیری. قاف الف نون واو نون که با هم میشن قانون. همین معلمای توی مدرسه یه زنگ درباره قانون با بچه‌ها حرف میزنن. ما میخوایم همین کارو بکنیم. شما باید به چیزایی که من میگم فکر کنین. خب کی میدونه قانون چیه؟ اجازه؟ ما میدونیم قانون چیزیه که آدمای با کلاس دارن. اجازه؟ ما یه همسایه داریم آقای صالحی، اینا خیلی با کلاسن، همه بهشون احترام میذارن. اجازه؟ بابام میگه اینا برای خوابیدنشون هم قانون داره. درسته، هر کی به قانون احترام بذاره همه بهش احترام میذارن، چون قانون چیزیه که به دیگران هم مربوط میشه. اجازه خانم، قانون چیزیه که باید هی دورش زد. اینو پسرمو بزرگمون میگه. نه این غلطه. قانون چیزیه که اگه بهش عمل نکنیم ضررش به خودمون میرسه. قانون یعنی این که چیزی که همه بهش عمل کنن، همه چی درست و منظم انجام بشه. مثلا اینکه تو مدرسه ما قانون اینه که اول کلاس اولیا برن سر کلاس. جامعه پیشرفته بیشتر به قانون احترام میذاره و میفهمه که قانون خوبه. اجازه؟ مثلا آدمای اولی اصلا نمیدونستن قانون چیه؟ درسته. در واقع این خود آدما بودن که قوانین رو برای زندگی بهتر وضع کردن. قانون پذیری خیلی چیز مهمیه بچه ها. مثلا فکر کنین این قانون وجود نداشت که همه ساعت 7 بیان مدرسه. هر کی هم هر وقت دلش میخواست میومد، اون وقت چه اتفاقی میفتاد؟ ای بابا چرا نمیان؟ خسته شدیم. پس اینا کجا؟ من هم اومدم. وقتی کلاس داره میگذره، پس کی درس رو شروع کنیم؟ ای بابا خب اینم آخرین نفر کلاس. برو بشین دخترم، حالا میتونم درس رو شروع کنم. خب برو درس شروع کنیم. خب یا تصور کنین اگه قانون منع رفتارهای خطرناک در زنگ تفریح نبود، بازم ممکن بود چه اتفاقی بیفته. یکی از بازی‌هایی که تو اکثر شهر بازی‌ها هست ماشین سواریه. از اون ماشین برقی‌ها که همش با هم تصادف می‌کنن. تا حالا سوار شدین؟ خانم اجازه، ما سوار شدیم. خیلی حال داد. آره خیلی حال میده. لذت بخش بود. درسته؟ آها خلاص. بله خانم، ببخشید. عمومشون نده، به همشون بزن داغونشون. خیالت راحت، کارشون تمومه. حس که من بزرگ شدم نمیذارن بیان بازی کنم، وگرنه میدیدن چی کارشون میکنن. خلاصه همشون فرار کردن. خب حالا اون یه بازیه، ولی بچه ها فکر کنین تو شهرمون کسی قانون رانندگی رو رعایت نکنه و همه به هم بزنن، اون وقت چی میشه؟ دیگه کسی به مقصدش نمیرسه، همه ماشین هم داغون میشن. اون وقت یه آدمی که صبح خیلی هم کار داره از خونش بخواد بزنه بیرون، میدونین با چه مشکلاتی روبرو میشه؟ Beep beep.
اجازه نخواستم. حالا ازتون میخوام یه چیز دیگر رو تصور کنین. تصور کنین توی راه مدرسه دارین از یه خیابون پیاده رد میشین که ترافیک سنگینی داره و حرکت ماشینا قفل شده. همه اونایی که توی ماشین نشستن اعصابشون خرد شده. یکی میخواد بچه‌شو ببره مدرسه، یکی میخواد مریضشو ببره بیمارستان، یکی هم میخواد به یه کار خیلی مهم برسه. خلاصه همه کارهای واجبی دارن که این ترافیک باعث میشه نتونن بهش برسن. جلوتر که میرین میبینین همه این ترافیک فقط به خاطر یه نفر ایجاد شده. یه نفر که قانون رو رعایت نکرده و مثلا خیابون یه طرفه رو خلاف اومده. حالا بچه ها بیان یه حساب کتابی با هم بکنیم. اگه مثلا به خاطر این بیقانونی 10 دقیقه راه بسته بشه و 20 ماشین گیر کنن که میانگین سرنشین هر ماشین 3 نفر باشه، میدونین این بیقانونی چقدر وقت مردم رو تلف میکنه؟ بله. چند میشه؟ 600 دقیقه خانم. آفرین لیلا، یعنی حدود 10 ساعت. تازه معلوم نیست این وقتایی که از مردم گرفته میشه چه عواقبی داشته باشه. ممکنه کسی به قرارهای کاری مهمش نرسه و ضرر مالی زیادی بکنه. خانم اجازه، اصلا ممکنه یکی قرار خواستگاری داشته باشه و دیر برسه و دختر بهش نده. آخه کی سر سوب ست حفر خواستگاری حرفو میزنی یا؟ حساب کتاب که نداره، شاید یکی اون موقع خواست بره، از کجا معلوم؟ آها، اینم یه نوع دیگه قانونه. البته قانون نانوشته ای که بهش میگن عرف. در یک جامعه با فرهنگ هر کی قانون رو رعایت نکنه کار خنده‌دار و عجیبی میکنه، مثل کسی که ساعت 7 صبح بره خواستگاری. حالا بگیم ببینم قانون به چه دردی میخوره؟ اجازه خانم، به درد نمره انضباط میخوره. خب درسته، اگه مدرسه قانون انضباط نداشت خیلی بد میشد. قانون برای اینه که ما کنار هم به خوبی زندگی کنیم. اگه توی جمع مثل خانواده، مدرسه یا جمع یه شهر همه قانون رو رعایت کنن، همه ی کارا سریع‌تر انجام میشه و همه شادترن و با آرامش بیشتری زندگی میکنن. مثلا فکر کنین توی مدرسه نظم و قانون نبود. کلاس 6 به کلاس 5 زور میگفتن و 5 به کلاس 4 اونام به 3 و همینطور تا آخر. بودو برو برام ساندویچ بخر. نخواه واسه من بخر. بودو ببینم. خب اینطوری هیچکی دوست نداره بره مدرسه، چون تو مدرسه اصلا آرامش نداره. هر بچه باید 6 صبر کنه تا بشه کلاس 6 تا کسی بهش زور نگه. اینجوری که نمیشه. میشه؟ خلاصه هر کی بیشتر قانون رو رعایت کنه بیشتر بقیه بهش احترام میذارن، چون کمتر به دیگران آسیب میرسونه. قانون شکلای مختلفی داره. یه نوعش قانون اخلاق یا وجدانه، مثل اینکه حسادت بده، دروغ بده، و اگه ما دل یکی رو بشکنیم ما بی قانونی کردیم و وجدانمون ناراحت میشه. اجازه خانم، ما دیشب خواستگار واسه خواهرمون اومد، بعد خواهرمو جواب رد بهش داد. خب دل اون پسر حتما شکسته دیگه، یعنی خواهرمون بی قانونی کرده. ای وای، نکنه پسر بره دادگاه دست خواهرش شکایت کنه. نه، اون بی قانونی نکرده، چون اون کار بد نیست. کسی نمیتونه بره دادگاه بگه فلانی با حرفش دل منو شکسته. دادگاه قانونی اخلاق وجدان ماست، یعنی ما احساس عذاب وجدان میکنیم، چون اگه کسی دل ما رو بشکونه ما هم ناراحت میشیم. حالا وظیفه شما بچه ها اینه که اولا یاد بگیرین قانون هر کجایی رو درست رعایت کنین، تا هم خودتون در آرامش باشین و هم دیگران، و بعد میتونین به تمام راننده هایی که قانون رو رعایت نمیکنن تذکر بدین، از جمله بابا و مامانتون. شما به عنوان همگره پلیس باید همیشه مواظب رانندگی پدر و مادرتون باشید. بعضی وقتا به خاطر مسائل زندگی ممکنه آدم بزرگا به قوانین راهنمایی و رانندگی کمتر احترام بذارن. اونجایی که حواسشون نیست شما باید بهشون تذکر بدید.